این هفته تأثیر انتخابات بر شبکه‌های اجتماعی و اعتماد یا عدم اعتماد به ویکی‌پدیا. اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. چند وقت پیش که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار میشد، روزهای مهمی برای سیاست در دنیا بود. چه اهل آمریکا باشیم چه نه، اتفاقاتی که اونجا میفته روی زندگی همه ما تأثیر میگذاره. جو بایدن در حالی 46مین رئیس جمهور آمریکا شد که خیلی از سنت‌ها شکسته شد. این انتخابات به همه یادآوری کرد که نظام‌های دموکراتیک چقدر شکننده‌اند. و این وسط عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری به خصوص شبکه‌های اجتماعی خیلی زیر ذره‌بین رفت. این سامانه‌ها نشون دادند که چطور پخش گسترده اخبار جعلی میتونه به تئوری‌های توطئه دامن بزنه و با پاشیدن بذر بی‌اعتمادی در صحنه جامعه به خشونت واقعی منجر بشه. Let's begin to listen to one another again. Show respect to one another. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. با رسیدن جو بایدن به ریاست جمهوری، خیلی از غول‌های فناوری فهمیدند که ناگزیر به تغییرند. در دوره بایدن چه تغییری در انتظار این شرکت هاست؟ این موضوعی که در این برنامه می‌خوایم بریم سراغش. نکته مهمی درباره کسانی وجود داره که روز ششم ژانویه گذشته به ساختمان کنگره آمریکا حمله کردند. مسلح به گوشی‌های همراه. خیلی از اونا ورودشون به مرکز دموکراسی آمریکا رو زنده پخش کردند یا از خودشون سلفی گرفتند. این نمایش برای شبکه‌های اجتماعی طراحی شده بود. در اتفاقات ششم ژانویه و هجوم به ساختمان کنگره نباید نقش غول‌های بزرگ فناوری رو نادیده گرفت. شکی نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا از شبکه‌های اجتماعی برای تهییج هوادارانش استفاده می‌کرد. شبکه‌های اجتماعی کوچکتر هم مثل پارلل و گپ در تشویق حمله کننده ها به پارلمان آمریکا نقش داشتند، اما مهمتر از همه این شبکه‌های اجتماعی بزرگ بودند که با حجم زیاد تئوری‌های توطئه و افراطی‌گری در خودشون به بی‌اعتمادی مردم دامن زدند و اونها را عاصی کردند. سالهاست قانونی به اسم بند 230 از شبکه‌های اجتماعی حفاظت می‌کنه. بند 230 در سال 1996، یعنی حدود 25 سال پیش نوشته شد و در پیشرفت خیلی از شبکه‌های اجتماعی که میشناسیم و دوستشون داریم نقش زیادی داشت. طبق همین قانونی که ما میتونیم هر ویدئویی رو که دوست داریم توی یوتیوب بذاریم یا هر پستی رو توی فیسبوک و توییتر همرسانی کنیم و این جمله کلیدی این بنده: با هیچ ارائه دهنده یا کاربر خدمات رایانه‌ای تعاملی نباید به عنوان ناشر یا گوینده سخن منتشر شده توسط یک ارائه دهنده محتوای دیگر رفتار شود. به زبان ساده‌تر، یعنی نمیشه از شرکت‌های بزرگ فناوری و شبکه‌های اجتماعی به علت اون چه که من و شما در این شبکه‌ها منتشر می‌کنیم شکایت کرد. اما آیا بند 230 به زودی لغو خواهد شد؟ آقای بایدن پارسال در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود: نیویورک تایمز نمیتواند چیزی را که میدانید دروغ است منتشر کند و از شکایت مصون بماند، اما او زاکربرگ میتواند. بند 230 باید فوراً فسخ شود. اما حذف بند 230 خطرات خودشو داره. من به حرف خودش استناد میکنم که گفت میخواد بند 230 رو لغو کنه. امیدوارم این بند رو به طور کامل حذف نکنه، چون باید یادمون باشه که بند 230 نه فقط از شرکت‌های فناوری بزرگ، بلکه از شرکت‌های کوچیک فناوری در برابر شکایت قضایی حمایت میکنه. ما نمیخوایم این شرکت‌های کوچیک پیش از اینکه فرصت رشد و رقابت داشته باشن نابود شن. پرونده اشلی بابیت باعث شد خیلی از سیاستمداران احساس کنند الان وقتش یه کاری بکنن. اشلی بابیت داخل ساختمان کنگره هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. اما چی باعث شد چون این کاری بکنه؟ احتمالاً دلایل زیادی برای خودش داشته، اما چیزی که میدونیم اینه که او خیلی توی توییتر فعال بود.
اشلی روز پیش از مرگش هم توییت کرده بود. نوشتاش پر از ادعاهای مربوط به دزدیده شدن انتخاباته و اینکه انقلابی در پیشه. فیدش مملو از توییت ها و ریتوییت های پرشور در این باره است. In the last few weeks before the Capitol insurrection. او از چند هفته پیش از هجوم به ساختمان کنگره بی‌وقفه در حال توییت کردن نظریه‌های توطئه و طرفداران کیو اینون بود. فکر نمی‌کنم جک دورسی مسئول توییت‌هایی باشه که او توییت کرده و ممکنه درست یا نادرست باشن. اما چیزی که دلم می‌خواد بدونم اینه که او چطور از یک کهنه سرباز سرخورده نیروی هوایی که تلاش داشت خودش رو به عنوان شهروند عادی با جامعه سازگار کنه، به نظریه پرداز تئوری توطئه تبدیل شد و از شورش علیه کنگره آمریکا سر در آورد. Full blown conspiracy theorist who is willing to engage in an act of insurrection. Like I said, you can consider yourself put on notice. Me and the American people. I am so tired. بسیاری الان معتقدند که دولت بایدن باید الگوریتم‌هایی رو که شرکت‌هایی مثل توییتر استفاده می‌کنند بررسی کنه. They are providing اونا ابزارهایی دارن مثل موتورهای پیشنهادی یا الگوریتم‌ها که تصمیم می‌گیرن چطور محتوا رو انتخاب کنن. ابزارهایی دارن که جوامع رو هدف می‌گیرن و برای اینکه پیام‌هاشون به مخاطبانشون در جامعه هدف برسه، به آگهی دهندگان می‌فروشن. درباره اینکه این چیزا چطور کار می‌کنن، اصلاً شفافیتی وجود نداره. این چیزیه که دلم می‌خواد روش تمرکز کنم. خوبه اگه بفهمیم چطور میشه در این بخشا شفافیت سازی کرد و مشخص کنیم که وظیفه نظارت باید بر عهده هیئت نظارت دولت باشه یا هیئت نظارت جامعه مدنی. این موارد نباید پشت درهای بسته اتفاق بیفته. این هم یک بخش دیگه از حرفای جو بایدن در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز راجع به فیسبوک. فیسبوک تبلیغات دروغ منتشر می‌کند. خودشان هم می‌دانند دروغ است. هیچ سیستم ویرایشی در فیسبوک وجود ندارد. هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز. این کار غیر مسئولانه است. کاملاً غیر مسئولانه است. جو بایدن پیش از برگزاری انتخابات آمریکا در نامه‌ای سرگشاده به فیسبوک از این شرکت خواست تا برای حذف اخبار جعلی بیشتر تلاش کنه. البته همیشه اوضاع به این شکل نبود. فیسبوک ظاهراً با دولت باراک اوباما رابطه خوبی داشت تا اینکه سال 2016 شرکت کمبریج آنالیتیکا از اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک بدون اجازهشون برای اهداف سیاسی استفاده کرد و کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ هم به شدت از این شبکه اجتماعی بهره برد. از اون زمان شبکه‌های اجتماعی به سراشیبی افتادند. سارا میلر مدیر پروژه امریکن اکانومیک لیبرتیز و عضو تیم انتقالی جو بایدن معتقده که مخصوصا مارک زاکربرگ مدیر فیسبوک باید نگران باشه. کسی توی مهمونی ها دیگه تحویلش نمیگیره. مدت هاست که آدم محبوبی نیست و نبودنش خیلی احساس نمیشه. من فکر میکنم بین همه شرکت های فناوری انحصارگر فیسبوک از همه شرورتره. فکر نمیکنم نظر مقامات رسمی دولت بایدن راجع به فیسبوک خیلی متفاوت باشه. جو بایدن برای ایجاد تغییر در شبکه های بزرگ فناوری و شبکه های اجتماعی چه کاری از دستش ساخته است؟ بیشتر از یک قرنه که قوانین سختی در آمریکا برای حمایت از مصرف کنندگان در برابر انحصار شرکت‌های بزرگ تصویب شده. این قوانین اوایل قرن بیستم بعد از اون تصویب شد که شماری از شرکت‌های بزرگ بر خدمات اصلی اقتصاد آمریکا مسلط شده بودند. امروز هم شرکت‌های بزرگ فناوری با قوانین سخت ضد انحصار روبرو هستند. همین حالا هم دو دادخواست حقوقی ضد انحصار در آمریکا در جریانه. یکی علیه شرکت گوگل که به سلطه بر جستجو و تبلیغات اینترنتی متهم شده و دیگری علیه فیسبوک که متهم شده با قدرتی که داره رقباش رو حذف میکنه. خیلی از دموکرات ها میخوان بایدن از این هم فراتر بره. Democracy has prevailed. Yeah, a number of Democrats have called for breaking up. درسته. عده‌ای از دموکرات‌ها خواهان شکست شدن انحصار شرکت‌های فناوری هستند. کسایی مثل سناتور الیزابت وارن یا دیگران. اونا دارن به بازار نگاه می‌کنن و می‌بینن رقابت زیادی وجود نداره و مصرف کنندگان حق انتخاب زیادی ندارن. شرکت‌های فناوری با اتهام‌های زیادی روبرو‌اند. فکر می‌کنم این تحقیقات داره خیلی چیزها رو روشن می‌کنه و دارن شواهد تازه‌ای پیدا می‌کنن. بین دموکرات‌ها این دیدگاه طرفداران زیادی پیدا کرده که فقط بستن بال‌های شرکت‌های بزرگ فناوری کافی نیست و شاید لازمه شرکت‌هایی مثل گوگل و فیسبوک به شرکت‌های کوچک‌تر تقسیم و منشعب بشن.
من فکر میکنم یه جورایی داریم وارد دوره ای از حکومت میشیم که با مشکلات خیلی پیچیده‌ای باید دست و پنجه نرم کنه و فشارهای بیرونی زیادی روش هست که اون رو در موقعیت رهبری قرار میده، حتی اگه خودش خیلی با این شرایط راحت نیست. این چیزیه که اونا رو به مسیر درست هدایت میکنه و این شامل اقدامات تهاجمی در کنگره هم میشه. اما آیا جو بایدن تا این حد جلو میره؟ On the one hand, I do think he has an incredible ability. من فکر میکنم اون توانایی زیادی داره. میدونم این چیزی که میگم کلیشه‌ای به نظر میاد، اما اون میتونه دیدگاه‌های مختلف رو برای حل یه مشکل دور هم جمع کنه. اون میدونه دولت چطور کار میکنه و میفهمه که کار چطور باید انجام بشه. If the United States wants to continue to thrive as a democracy, whether we like it or not. اگه ایالات متحده میخواد به عنوان یه دموکراسی موفق به پیشرفتش ادامه بده، بخوایم یا نخوایم باید بفهمیم که چطور همه آمریکایی‌ها رو نمایندگی کنیم و فقط دنبال نظر خودمون نباشیم. و بایدن تو این کار عالیه. با این حال زمانه عوض شده، درسته؟ تندروی‌ها خیلی بیشتر شده. بنابراین من نمیدونم اون چه مسیری رو انتخاب میکنه. او همیشه سعی میکنه تا حد امکان صداهای گوناگون بیشتری رو به گفتگو وارد کنه و این یکی کار سختی خواهد بود، چون مدت هاست سیلیکون ولی و کسانی که از اونجا بودجه میگیرن روی نحوه حل این مشکلات نفوذ زیادی داشتن و این کار چالش برانگیزی خواهد بود. این هفته خبر رسید که شرکت ترافوجیا سازنده ماشین‌های پرنده دست به اخراج گسترده کارکنانش زده. این اقدام تنها چند هفته بعد از دریافت مجوز پرواز از سازمان هوانوردی فدرال آمریکا صورت می‌گیرد. مایکروسافت دستورالعمل مربوط به دسترس‌پذیری ایکس باکس رو بروز کرد. این شرکت سامانه جدیدی برای آزمایش بازی‌ها توسط سازندگان گیم برای PC و ایکس باکس راه انداخته تا بازی‌ها برای افراد دارای ناتوانی دسترس پذیرتر بشن. و شرکت فورد اعلام کرده همه خودروهایی که در اروپا می‌سازه تا سال 2030 برقی خواهند شد. همه مدل‌های فورد تا سال 2026 یا برقی یا دوگانه سوز می‌شن. قرار 1 میلیارد دلار صرف تبدیل کارخانه فورد در کلن آلمان بشه تا ماشین‌های برقی تولید کنه. این هفته همینطور فیسبوک همرسانی همه اخبار داخلی و بین‌المللی رو در استرالیا ممنوع کرد. این شبکه اجتماعی با قانونی که در پارلمان استرالیا تصویب شده و شرکت‌هایی مثل گوگل و فیسبوک رو موظف به پرداخت هزینه برای انتشار محتویات خبری می‌کنه، مخالفت کرده. کاربران در خارج از استرالیا هم امکان خواندن یا دسترسی به خبرهای منتشر شده در استرالیا رو ندارند. تابستان امسال در مسابقات تنیس ویمبلدون ممکنه 300 داور خط نگهدار در 18 زمین تنیس با سیستم‌های هاک آی لایف جایگزین شن. صاحب این مجموعه زمین‌های تنیس در حال حاضر استفاده از این فناوری رو در مسابقات تنیس آزاد استرالیا زیر نظر گرفته، جایی که برای نخستین بار در یک مسابقه مهم بین‌المللی این فناوری به کار گرفته شده. نیویورک به خاطر شرایط کاری ناامن علیه آمازون دو شکایت حقوقی مطرح کرده. دادستان کل نیویورک ادعا کرده که در جریان همه‌گیری کووید 19 آمازون آشکارا به الزامات بهداشتی و ایمنی بی‌توجهی کرده. آمازون سعی کرده بود با اقدامی حقوقی جلوی طرح این شکایات رو بگیره. و در آخر یک ربات هنرمند مجهز به هوش مصنوعی اعلام کرد اولین نمایشگاه هنریش رو در لندن برگزار می‌کنه. ایدا قرار آثارش رو در ماه مه در موزه طراحی لندن به نمایش بگذاره. انتظار میره در این نمایشگاه چند سلف پورتره یا خودنگاره و قلمی که ایدا طراحی کرده به نمایش در بیاد. ایدا همینطور شعرخوانی هم میکنه. این روزا یکی از سوالات اساسی اینه که چطور قولهای شبکه‌های اجتماعی میتونن بین حق آزادی بیان از یک طرف و خطر انتشار اطلاعات نادرست از طرف دیگه تعادل برقرار کنن. یکی از راه حل‌های پیشنهادی مال فیسبوکه، ایجاد یک هیئت نظارت مستقل که بتونه کمک کنه در صورت اختلاف نظر
تصمیم‌های درستی گرفته بشه. از این هیئت خواسته شده یکی از جنجالی ترین مسائل رو که فیسبوک تا حالا باش روبرو شده بررسی کنه. تعلیق نامحدود حساب کاربری رئیس جمهوری وقت آمریکا. ما با آلن راسبریجر یکی از اعضای این هیئت حرف زدیم و ازش پرسیدیم گام بعدی چیه. من باید حواسم به حرف زدنم باشه و دقت کنم که یه وقت پیش‌داوری نکنم، چون این موضوع خیلی مهمیه. خاموش کردن صدای آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی، صدایی که در 4 سال گذشته خیلی هم بلند بود، نشونه یک حقیقت ناخوشایند دیگه است. اینکه چند شرکت فناوری میتونن تصمیم بگیرن چه صداهایی در جهان شنیده بشه یا نشه. من احساس میکنم ترسناکه. من اونها رو نمیشناسم، اما فکر میکنم اونها هم فکر میکنن که این ترسناکه. میدونید اونا مهندسان بزرگی هستن که در کار مهندسی عالی هستن و ناگهان و خیلی دیر از خواب بیدار شدن و با این واقعیت روبرو شدن که اختیاراتی در این ابعاد دارن. من فکر میکنم بازخواست از اونها کار کاملا درستیه. باید از اونها انتقاد کرد، باید از اونها تحقیق کرد و یک نورافکن قوی روی اونها انداخت تا اگر راه دیگه ای نیست اونها رو نسبت به بزرگی قدرت و مسئولیتی که دارن آگاه کرد. و خود جک دورسی مدیر اجرایی ارشد توییتر گفته که احساس میکنه این کار یک رویه خطرناک به جا بگذاره. شبکه‌های اجتماعی ادعا میکنند بسترهای بی‌طرفی هستند و از اون چه که کاربرانشون منتشر میکنند محفوظند، برعکس ناشران که مسئولیت قانونی اون چیزی رو که منتشر میشه بر عهده دارن. اما حالا کارهایی که کردن این ادعاهاشون رو زیر سوال برده. ما حتی یک کلمه برای توصیف اینکه اینها واقعا چی هستن نداریم. نمیدونیم ناشر هستن یا بستر انتشار هستن. در زبان انگلیسی هیچ واژه‌ای نیست که ماهیت اینها رو توصیف کنه. اما با این حال یه جور کار دروازه‌بانی محتوا میکنن. همونطور که چند ماه پیش دیدیم اونا دارن تمرین میکنن که مثل تحریریهای قدیمی سردبیری کنن. این همون کار دروازه‌بانیه که در ایجاد یک جریان اطلاعاتی قابل کنترل و قابل اعتماد و قابل اتکا خیلی مهمه. اونا باید تصمیم گیری رو شروع کنن. آیا فقط برای کسب سود تأسیس شدن؟ آیا عملکرد شبکه‌های اجتماعی متفاوته؟ این شرک از خدمات اجتماعی به گمانم با انتشار اخبار اهمیتش بیشتر و بیشتر میشه. همونطور که یک جامعه نمیتونه بدون داشتن آب پاک عملکرد درستی داشته باشه، بدون اطلاعات پاک هم نمیتونه. هر اسمی روی اونا بذاریم، ناشر، بستر انتشار یا غول فناوری، امیدوارم نسبت به گذشته مسئولیتشون رو بیشتر جدی بگیرن. من احساس میکنم اون سود کلانی که در گذشته برای صاحبان رسانه‌ها و دروازه‌بانان رسانه‌ها انگیزه ایجاد میکرد، اینجا نمیتونه وجود داشته باشه یا ممکنه برای تعداد انگشت شماری از این شرکت‌ها سودآوری داشته باشه. این خیلی خوشایند خواهد بود اگه مردم مثل گذشته هزینه کنن و تبلیغات کافی وجود داشته باشه برای اینکه از انتشار اخبار واقعی حمایت بشه. شما باید بپرسید آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ اونا برای این کار باید یک برنامه جایگزین داشته باشن و سوال همه جامعه راجع به این برنامه جایگزینه. شما دارید نتیجه هرج و مرج اطلاعاتی رو میبینید. آیا حاضرید برای داشتن اخبار واقعی و جلوگیری از این هرج و مرج هزینه پرداخت کنید؟ این هزینه میتونه به صورت یارانه مستقیم یا یارانه غیر مستقیم یا خیریه باشه یا یه جور مالیات. در 10 سال آینده راجع به این موضوعات بحث خواهد شد. اما در مرکز این بحث ها این سوال مطرحه که آیا مردم حاضرن برای خبر واقعی هزینه کنن؟ آیا انتشار اخبار واقعی یک تجارته؟ این روزا یک منبع اطلاعاتی عظیم وجود داره که بدون استفاده از تبلیغات و فقط متکی به کمک‌های مالی کاربران و خیریه ها به حیات خودش ادامه میده. دارم از ویکی‌پدیا حرف میزنم که به تازگی تولد 20 سالگی خودش رو جشن گرفته. روزهای اول فعالیت ویکی‌پدیا خیلی از مردم تلاش میکردن تا فلسفه دانشنامه‌ای رو که هر کسی میتونه ویرایشش کنه درک کنند. چرا که این کار خطر خرابکاری یا انتشار اطلاعات غلط رو به دنبال داشت که بعضیشون عمدی هستند، بعضی فقط بیان یک نظرن و بعضیشون هم حاصل پژوهشی ضعیف در اون زمینه.
اما سوال اینجاست، در دورانی که اعتماد به مطالب آنلاین از هر دورانی کمتره، ویکی‌پدیا چطور میتونه خوانندگانش رو از درستی محتواش مطمئن کنه؟ این دانشنامه رایگان حالا حدود 55 میلیون مقاله داره، به بیش از 300 زبان قابل دسترسه و هر ماه 15 میلیارد بار خونده میشه. این یعنی در هر ثانیه 8000 بار روش کلیک میشه. در حالی که شبکه‌های اجتماعی با مسائل مثل انتشار اطلاعات غلط، دو قطبی شدن و سانسور درگیرند، ویکی‌پدیا برای حفظ اعتماد خوانندگانش به سختی مبارزه کرده و سعی کرده تا نقش داوری بی‌طرف و منبعی قابل اعتماد رو به خوبی بازی کنه. این وضع برای جامعه ما سخته. ما میدونیم که وظیفه داریم این شرایط رو اصلاح کنیم، به ویژه در این دوره که اطلاعات غلط و مطالب گمراه کننده زیادی در شبکه‌های اجتماعی در گردشه. سعی میکنیم درباره کیفیت منابعی که بهشون اتکا میکنیم هوشیار باشیم و با فکر عمل کنیم تا جایگاهی که در جهان داریم و اعتمادی رو که مردم بهمون دارن حفظ کنیم. حداقل داریم بیشتر از بقیه جاها تلاش میکنیم. راستش من به عملکرد شرکت‌های اداره کننده شبکه‌های اجتماعی انتقادهای زیادی دارم. اونها کار خیلی سختی دارن. به کاربرا میگن اینجا یه مستطیل کوچیک هست، هر چیزی رو که به ذهنتون میرسه اینجا وارد کنید. دارید به چی فکر میکنید؟ و معلوم شد که خیلی از مردم چقدر افتضاح فکر میکنن و چه حرفای بدی میزنن و چقدر بدجنسن. در حالی که ما کار خیلی ساده تری داریم، ما داریم یه دانشنامه تهیه میکنیم، همین، و وظیفه داریم که این کار رو درست انجام بدیم. کار حتی از این هم راحت تره. همه میدونن که یک مقاله خوب در یک دانشنامه چطور باید باشه. باید بی‌طرفانه باشه، باید خوب نوشته شده باشه، باید منابع با کیفیتی داشته باشه، باید دقیق باشه. پس هممون درباره این که هدف چیه دیدگاه یکسانی داریم، در حالی که در شبکه‌های اجتماعی یه دیدگاه مشترک ساده پیدا نمی‌کنید. همه دارن سر هم داد می‌زنن. مردم برای گرفتن اطلاعات راجع به مسائل اساسی به ویکی‌پدیا میرن. بنابراین درست و بی غلط بودن این مطالب خیلی مهمه. در دوره همه‌گیری ویروس کووید 19 با مراجعه روزانه 579 میلیون بار برای دیدن مقاله‌های مرتبط با همه‌گیری، رکورد مراجعه به ویکی‌پدیا شکسته شد. همزمان که شرکت‌های اداره کننده شبکه‌های اجتماعی درگیر اطلاعات نادرست و مطالب تئوری توته مرتبط با ویروس بودند، ویکی‌پدیا یک گروه اختصاصی از متخصصان مسائل پزشکی را مسئول تهیه مقالات کرد. تهیه مقالاتی بر پایه اطلاعات تایید شده و منابع معتبر. تلاش های جمعی زیادی شد تا به طور سازماندهی شده اطمینان پیدا کنیم که داریم اطلاعات دقیقی منتشر میکنیم. در واقع ما با سازمان جهانی بهداشت مشارکت داشتیم تا مطمئن بشیم که داریم بهترین اطلاعات ممکن رو به مخاطب ارائه میدیم. ویکی‌پدیا با وجود آسیب پذیر بودن در برابر خرابکاری یا شیطنت کاربرانی که توی زندگی نامه افراد مشهور دست میبرند، تونست به وظیفه‌اش وفادار بمونه و منبعی قابل اعتماد در بحران باشه. ویکی‌پدیا کاربران شبکه‌های اجتماعی رو مجبور میکرد برای گرفتن اطلاعات معتبر از حباب خودشون خارج بشن. در ویکی‌پدیا کاری که ما همیشه تلاش میکنیم انجام بدیم اینه که توی هر مشاجره درست همه طرفهای مشروع بحث رو منصفانه مطرح کنیم. ببینید، شما ممکنه موافق یا مخالف باشید، اما میدونید اینجا چطور عمل میکنه؟ یاسر عرفات این رو گفت، آریل شارون اینطوری جوابشو داد: ما تصمیم نمیگیریم واقعیت چیه یا شما چطور باید فکر کنید. ما فقط تاریخچه و زمینه موضوع رو به شما میگیم. همینطور سعی میکنیم از بحث‌های احمقانه دو طرفه ماجرا پرهیز کنیم. بعضی میگن ماه از سنگ درست شده، عده دیگه میگن از پنیر. گرفتن وسط این دو موضع بی‌طرفی نیست. اصل موضوع واقعاً راجع به دیدگاه‌های درست و تلاش برای مطرح کردن اونهاست. در دو دهه گذشته شاهد بودیم که ویکی‌پدیا از یک ایده به ظاهر غیر ممکن به یک غول اینترنتی تبدیل شد و وسط همه نکات منفی در مورد شبکه‌های اجتماعی نشون داد که آدم‌ها میتونن توی اینترنت به شکلی مثبت و سازنده گرده هم بیان.
آرزوی من برای ویکی‌پدیا همیشه تصور دنیایی بوده که تک تک آدم‌های کره زمین به دانش بشری دسترسی آزاد داشته باشن. این همون کاریه که ما داریم انجام میدیم. روشنه که ما برای رسیدن به این هدف در کشورهای ثروتمند غربی راه طولانی اومدیم، اون هم به اون زبونها. رویای من برای ویکی‌پدیا واقعا توجه به تک تک افراد روی کره زمینه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click. این برنامه و برنامه قبلی و کلی اخبار فناوری رو اونجا پیدا خواهید کرد. همینطور از طریق یوتیوب BBC فارسی میتونید به این برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد و موضوعاتی نو، بدرود و خدا نگهدار.